معاملگران بورس نیویورک نگران از تأثیر اقتصادی بازگشت احتمالی محدودیت‌های کرونایی به سرپناه‌های مطمئن‌تر اوراق قرضه و نقدینگی روی آوردند. بهنام ناطقی گزارش می‌دهد. جهش در آمار ابتلا به ویروس کرونا در اروپا و آمریکا در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده احیای اقتصاد جهانی خلل وارد کرده. بازار بورس نااطمینانی به آینده را تحمل نمی‌کند. علاوه بر احتمال بازگشت سختگیری‌های کرونایی، احتمال به طول انجامیدن شمارش آرا در انتخابات آمریکا و نامعلوم بودن زمان و میزان پرداخت کمک‌های دولتی به نااطمینانی‌ها دامن زده. سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از سهام بیرون می‌کشند و به اوراق قرضه دولتی و پول نقد دلار روی می آورند. شاخص S&P 500 برای سومین روز متوالی اجلاس معاملاتی را با افتی نزدیک به 2% آغاز می کند و نسبت به اوائل ماه گذشته 5% پایین تر است. فروش بنابرای گزارش وال استریت جورنال گسترده است و علاوه بر سهام شامل نفت و ارز کشورهای روبه رشد هم می شود و حتی طلا هم که سرمایه گذاری مطمئنی تلقی می شد 2% پایین آمده. ارزش سهام شرکت جنرال الکتریک 5% و سهام UPS نزدیک 2% بعد از انتشار درآمد سه ماهه سوم آنها بالا رفت، اما سهام مایکروسافت علیرغم افزایش تقاضا برای خدمات اینترنتی و بازی‌های کامپیوتری افت داشت. People are looking at a little bit the Supreme Court appointment. این کارشناس مدیر شرکت مولتی وریت نیویورک میگوید اگر پیش از انتخابات 3 نوامبر خبر خوبی درباره بیماری کووید 19 به دست نیاید، در بازار انتظار تحول نمیتوان داشت.